انجمن هنر در تبعید در پاریس بار دیگر برگزار کننده جشنواره سینمایی خود با 70 فیلم بلند و کوتاه و حضور برخی از کارگردانان در تبعید است. جواد دادستان مدیر این جشنواره به هنگام افتتاح در سخنان خود میگوید: شما تماشاگران حاضر در اینجا فقط بیننده نیستید، از برگزار کنندگان جشنواره هستید. 4 روز 70 فیلم و شما بینندگان که شمار دیگری را اعتبار خواهید داد. در جمع کارگردانان در بخش قدردانی از کارگردان مسلم منصوری را در پاریس دیدیم. یکی از ساخته های او فیلم محاکمه در جشنواره نیویورک در سال 2003 برنده جایزه شد و مایکل مور اعطا کننده جایزه و مراسم را نیز در همان سال در بخش فارسی صدای آمریکا مشاهده کردید. با دیدن فیلم و سابقه کاری منصوری می بایستی پرسید فاصله خونسردی شما در این لحظه با موضوعات مهم فیلمتان چقدر است و در کجاست؟ خب فیلم هم به خاطر موضوعاتی که انتخاب کردم و روش کار کردم و خشمی که تو خود اون موضوع است من دخالتی نداشتم، خود موضوع اون خشم و اون اعتراضات خودش داره، ولی خب خود انتخاب همین موضوع نشوندنده مسیر کاری منم هست، یعنی این موضوع رو که انتخاب کردم برای اینکه خودم به این موضوعات مسئله‌مه و حل این موضوعات دغدغه‌مه. آقای منصوری، شما یکی از پایه‌گذاران سینمای زیرزمینی در ایران بودید، امروز در چه ارتباطی با همکارانتون در ایران هستید؟ ما وقتی سال 2004 به طور رسمی سینمای زیرزمینی رو پایه‌گذاری کردیم طی بیانیه‌ای و توسط دوستانی از هنرمندا که مثل خانم لیلا قبادی، آقای بازنده یاد باربود طاهری، بعد از اون خب سینمای زیرزمینی ما کار تبلیغاتی زیادی کردیم تا به عنوان یک شیوه و روش کار در جامعه ایران برای بخش به ویژه دانشجوی فیلمساز جا بیفته و برنامه‌های زیادی برگزار کردیم به عنوان شب حمایت از سینمای زیرزمینی و خود فیلمایی که من در ایران به طور مخفیانه کار کرده بودم اینجا، فیلم فستیوالایی که چه در اروپا، امریکا، کانادا، امریکای لاتین نمایش میدادن، یکی از شرایطم این بود که اینا به عنوان فیلم زیرزمینی نام ببرن. ببین وقتی که اونا دارن صحبت باشون میاد وقتی داره میخنده تو نباید صحنه رو بگیری، تو هم دیگه زرد میگیری میری. سپس مسلم منصوری از گذر و مراحل سینمای زیرزمینی در ایران میگوید: و در ایران هم زمینه رشدی خوبی تو جوانا داشت. ما بعد از اون کمک کردیم یه فیلم راجع به کلی فروشی در ایران به طور زیرزمینی ساخته شد، ما اینجا پخش کردیم، و یه فیلم راجع به اعدام جوانا به ویژه جوانای زیر 18 سال و همچنین بسیاری از فیلمایی که بچه‌ها فیلمای کوتاه می‌گرفتن از درد دل‌ها و اعتراض مردم و وضعیت مردم که ما اینا رو سایت ها الان موجوده گذاشتیم. بعد از اون وقتی جمهوری اسلامی دید که سینمای زیرزمینی در ایران زمینه رشدی داره، سریع اومد مثل هر کار دیگه ای که شگردی که میزنه میاد بدل سازی میکنه. جمهوری اسلامی تو زمینه اعتراض اجتماعی رو به خاطر اینکه بتونه به انحراف ببره خودش هم میاد دست به اپوزیسیون سازی میزنه و بخشی از حاکمیت میشه اپوزیسیون خود حاکمیت، و میبینیم تو ایران هم بخشی از منتقدین جمهوری اسلامی از وزیر و وکیل و نماینده مجلس خود این رژیم هستن. در بخش دوم این گزارش بار دیگر درباره فیلم‌های مسلم منصوری از جمله اپیتاف یا زنان تنفروش اشاره خواهیم داشت. پاریس، بخش فارسی صدای امریکا.